سلام به همه شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. طبق گفته هایی که پیشتر با هم دیگر داشتیم، قرار بر این شده که توی این ویدیو ما در رابطه با بحث طراحی مقدار صحبت بکنیم. حالا من نمیخوام اصول طراحی و قواعد طراحی رو بهتون یاد بدم، چون خودم رو طراح نمیدونم و در این زمینه هم سعی میکنم آموزشم رو پیش نبرم. بیشتر سعی میکنم یه سری نکاتی که خودم استفاده میکنم بر اساس چیزهایی که یاد گرفتم رو خدمتتون توضیح بدم. واسه همین اگر میخواین اصولی طراحی رو یاد بگیرین، حتما و حتما به جاهایی که مربوط به این قضیه هستن، پیج های آموزش هایی که مربوط به این حیطه هستن مراجعه بکنید، چون در غیر این صورت من نمیتونم واقعا بهتون نکته یا توصیه خاصی رو بگم. اما در رابطه با مباحثی که قرار خودم بهتون الان راجبش صحبت بکنم، توی اینجا ما مد نظر داریم یه شیوه خیلی ساده رو واسه طراحی کردن در نظر بگیریم و یک سوژه رو طراحی بکنید. ما توی طراحی انواع شیوه های مختلف داریم. شما میتونید طراحی که انجام میدین، حالا مخصوصا توی بحث کاراکتر، وقتی میخواین توی بحث طراحی کاراکتر کار بکنید، میتونید طراحیتون رو به بنای یک اصولی تعریف بکنید. میتونید این اصول شیوه طراحی دیزنی باشه، میتونید اصول شیوه طراحی حالا کارتونی محض باشه که به صورت آیکونیک هستش، میتونه این شیوه بر اساس مانگا باشه که بر اساس انیمه های ژاپن و چیزهای مثل این، که شما میتونید بر اساس نیاز یا زاگرب اروپا باشه. میتونید هر کدوم که خواستید انتخاب بکنید. باید حتما اون گزینه رو انتخاب بکنید که میخواید روش چیزی کار بکنید. اگر این انتخاب نکنید، باید دچار مشکل خواهید شد. برای همین ما با این دید در نظر میگیریم که شما انتخاب کردید و الان میخواید پیش بریم. من خودم گزینه‌ای که مد نظرم هستش، میخوام توی این ویدیو در مورد طراحی شیوه کارتونی یه سری توضیحات بدم خدمتتون که بتونید یک کاراکتری رو به راحتی طراحی بکنید. توی طراحی کارتونی خیلی ساده، ما اول با یه دایره شروع میکنیم. البته این دایره مربوط فقط به کاراکتر کارتونی نیستش و تو همه تقریبا میشه گفتش شیوه های طراحی وجود داره. یعنی شما ابتدای امر کارتون رو با یک دایره شروع میکنید. حالا این دایره رو میخواین خوب بکشید، میخواین بد بکشید، زیاد مسئله خاصی نیستش. این نکته هم بهتون بگم که مهم نیستش که شما میخواین با کاغذ بکشین، با کامپیوتر بکشین، به چه صورته. اگه میخواین با کامپیوتر بکشین، ترجیحاً قلم نوری باید داشته باشین که بتونه کمکتون بکنه. ولی اگه قلم نوری ندارین و امکان تهیه‌اش ندارین، کار سخت نیستش. روی کاغذ بکشین، تو فتوشاپ بیاین بازکشیش کنین با کمک ابزار پن. راجع به ابزار پن من بهتون توضیح خواهم داد توی ویدیوی دیگری، که بدونید اگر قلم نوری نداشتین و خواستین طراحی بکنید و کاراکتر رو به صورت اصولی بکشین، رو کاغذ بکشینش، اسکنش کنید، بیاین توی فتوشاپ و دقیقاً مثل همین شیوه که اینجا می‌خوایم کار بکنیم، این بحث رو پیش ببرید. اونم تازه با موس و بدون قلم نوری. خب در اینجا من یه دایره خیلی ساده کشیدم. اصلا مهم نیست که دایره بکنم که ناسی داره، چون دارم اسکیس می‌زنم. و بعد از اون میام در این قسمت پایینش یه لبه خیلی ساده تعریف میکنم به عنوان چونه کاراکترم و از این بارم این خط رو هم امتداد میدم و میامش در اینجا اتصال میدم. یه همچین حالتی واسه خودم تعریف میکنم. ما توی مخصوصا شیوه های کارتونی، حالا مهم نیست شما میخواین چه استایلی واسه سرتون تعریف بکنید، اگر خیلی میخواین پیچیده باشه، باز دوباره همچین حالتی میتونید تعریف بکنید. این چونه رو میتونید بکشین، میتونید جمع‌ترش بکنید، میتونید خیلی کوچیکش بکنید. مثلا بر اساس نوع کاراکتر فرق میکنه. اگر کاراکترتون فردی باشه که سنش پایینه، بهتره که این چونه کوچیکتر باشه، یعنی دایره حجم بیشتری رو بگیره و چونه کمتر. اگر فردی هستش که سنش نرماله، خب این چونه متناسب با اونه. و اگر چونه رو بزرگتر بکنه، میتونیم فرد و سن بیشتری بهش بدین، ورزشکاری بهش بدین و و باقی مواردی که میشه اینجا تعریف کرد که خب ما ازشون میگذریم و برمیگردیم روی کار خودمون. پس ما میتونیم بر اساس یه بازی که توی اندازه این دایره و قسمت چونه میدیم تعریف بکنیم که کاراکترمون چه جور هویت و ظاهری داشته باشه. خب من اینجا میام یه گوش هم در نظر میگیرم. گوش رو یک مقدار بزرگ میگیریم. اصولا ما توی بحثا اشکالی نداره، اقراقونه هستش و ایرادی نداره. خب ما در نظر میگیریم اینجا، من این دوتا هم در نظر میگیرم و یه خط هم واسه وسط شکلم میذارم. میکنه خط رو من دقیقا موازی با چونه در نظر میگیرم. یعنی اگر این به این صورت، اگر اینو در نظر بگم خط چونه باشه، این خط با هم من تقریبا موازی با همون تعریف میکنم، چون حالت و شکل کاراکتر من رو اینجا مشخص میکنه توی صورت. یعنی اگر اینجا همچین حالتی می بود، من باید این خط وسط هم تقریبا یه همچین حالتی در نظر می گرفتم که حالا بعد مثلا بینی اینجا اضافه بشه، دهن و الباقی مواردی که اینجا وجود داره. خب من میام دوباره اینجا توی این حالتی که داشتم
خط رو گذاشتم که فقط صرفا نقطه اتصال رو بدونم که کجا بخوام بینی رو آغاز بکنم. خب ما واسه بینی میام خیلی راحت یه همچین فرمی رو تعریف میکنیم و حالا یه قسمتی واسه خدمت شما عرض کنم که حفره بینی و بعد در نهایت که این قسمت. خب خیلی ساده است. حالا کاراکتر ما کاراکتر مرد یا پسر هستش واسه همین راحته. شما میتونید بازی های خیلی ساده و متفاوتی انجام میدید. میتونید این همچین حالتی واسه بینی تعریف بکنید، میتونید نه اصلا حالت عقابی تو در نظر بگیرین یا متفاوت. حالا حالت های بسیار زیادی میشه باش بازی کرد. فعلا صرفا یه حالت در نظر میگیریم، بعد راجع به حالت های مختلف بینی و اجزای صورت صحبت میکنیم. فعلا داریم یک آناتومی کلی چهره کاراکتری در نظر میگیریم. در مورد حالت های دیگرش توی ویدیوهای دیگری صحبت میکنیم. البته در صورتی که تمایل داشتین به من بگین، من راجع بهشون صحبت خواهم کرد. خب تا اینجا پس این قسمت واسه ما آماده شده. یک کوچولو هم فکر میکنم بهتر من این فیس رو بچرخونم، یک کوچولو اینورترش کنم، فکر کنم اینجوری بهتر بشه. بله، یکی از دوستان من گفته بود شما چرا میگی فیس و چرا نمیگی صورت. خب من عادت کردم بعضی از اصطلاحات رو، لطفا ما ممنون میشم ملا لغتی نباشین، زیاد سخت نگیرین. حالا فیس یا صورت شما منظور من متوجه میشین که دلیل اصلی چیه که من چه اصطلاحی به کار میبرم. خب میایم اینجا و چهره رو تا اینجا کار میکنیم و حالا میایم روی دهان به عنوان مثل چشم فرق نمیکنه. من میام دهان در نظر میگیرم، میخوام که یک چهره خیلی خنده روی باشه، پس من دهان رو میگیرم و تا اینجا به عنوان مثال رو تعریف میکنم. حالا اگر بخوام ادامه هم داشته باشه دهان، میامش اینجا و اینجا رو بکسر برم. نگاه کنید ما وقتی دهان میکشیم اینجوری نمیکشیم که بیام دوباره نقطه رو به اینجا بست بکنیم. حالا تو نقاشی های قدیم شاید این کار انجام میدادیم، ولی این کار انجام نمیدن. دقیقا تو نمای سرخ میگن نمای سرخ، حالا چون اسمش شد بذار بگم دیگه، نمای روبروی شما که کامل سوژه روبروی شماست بهش میگن روبرو یا تمام رخ یا پورتریت، مثلا به این صورت تعریف میشه. نمایی که حالا شما سوژهتون رو میکشین و از نمای کنار نگاهش میکنین به این میگن نمای نیم رخ. تو اینجا کل صورت مشخصه، تو اینجا نصف صورت مشخص هستش و نمایی که ما تقریبا همچین حالتی رو داریم، تا حدودی هم صورت کامل مشخصه هم تا حدودی نیم رخ، یعنی بین نیم رخ و کامل تمام رخ هستش، بهش میگن نمای سه رخ. که خب ما اکثر کاراکترهایی که طراحی میشه مخصوصا توی موهو وقتی میخوان کار بکنیم یا توی طراحی کاراکترها وقتی میخوان تعریف بکنن، اکثرا با سه رخ شروع میکنن، بعد حالتهای تمام رخ و نیم رخ و واسهش تعریف میکنن. پس ما اینجا این نکات رو داریم، حالا مد نظر داشته باشه. خب پس ما دهان اینجا کشیدیم و واسه دهانمون حالا یه همچین حالتی می‌ذاشتیم، میتونیم یه قسمت لبه پایینم اینجا بذاریم، یه خطی همچین حالت تعریف بکنیم. حالا اگر قرار باشه این حکم دندون‌های ما داشته باشه یا حالت اگه بخوایم واسش دندون جداگونه بذاریم به این حالت، خواستیم واسش یه قسمت زبون بذاریم به این حالت، جزئیات رو اضافه می‌کنیم. این اسکیس اصلا مهم نیست، بعد می‌کنیم بازکشیش بکنیم. خب من میام اینجا و بعد در نهایت حالا واسه چشم ها اقدام میکنم. واسه چشم ها ما به اساس نوع کاراکتری که تعریف میکنیم میتونیم حالت های مختلف رو در نظر بگیریم. یه مقدار من چشم رو بیزی میگیرم به خاطر اینکه به حالت سر من مناسب باشه، حداقل توی سرخی که تعریف میکنیم. چشم اینوری رو میتونم یکم کوچیک‌تر بکشم، چون حالت سرخ چشمی که دورتر هستش یکم مثل گوش‌ها یکم کوچیک‌تر هستش توی کار ما. حالا میشه اینو یک مقدار بزرگتر یا کوچیک‌تر کرد بر اساس نیازی که تعریف میشه. میتونم این قسمت رو یک مقدار لبه رو بهش بدم که حالت گونه‌هایی هستن که کاراکتر من وقتی می‌خنده اینجا جمع میشه یکم چهره. خب به این صورت تعریف می‌کنم و حالا میتونم مردمکم بذارم واسه چشم به این صورت. این تا اینجا خیلی ساده کلیتی بودش که ما واسه چشم داریم. حالا میشه یکمی باش میگم بازی بهتری انجام داد. هرچی بیشتر وقت بذارین شما نتیجه بهتری خواهید داشت. اکثر کاراکترهایی که طراحی میشه، اکثر کارهایی که آماده میشه کار یه دقیقه دو دقیقه نیستش، کار ساعتها وقتی هستش که واسه شون تعریف میشه، واسه شون گذاشته میشه. پس من ممنون میشم که حتما وقت مناسبی واسه کارتون در نظر داشته باشیم و بعد واسهش تعریف بکنیم. خب این تا اینجای کار. حالا یک کوچولو فضا اینجا زیاد شده، من یک کوچولو قسمت رو بهتر کنم. حالا میایم واسه مرحله بعد که مرحله موها هستش. من میتونم این چشم رو کمی اینورتر بکشم که فکر میکنم بهتر باشه. یک کوچولو در این حد
خب بهتره که حالا این گزینه میتونه بهتر باشه، خط بینی و هم میتونه میتونه بهتر بیان. در هر صورت این یه بازی که اینجا میتونید باش بکنید، چه فاصله چشم ها رو تغییر بدین، بیشتر بکنید کاراکتر یه حالتی داره، نزدیکتر بکنید کاراکتر، میتونه هویت متفاوت تری داشته باشه. خب میایم واسه مو اقدام میکنیم. مو رو ما از اینجا نمیگیریم، ما از یه مقدار از پیشونی مو رو شروع میکنیم. این اندازه کل سره و پیشونی رو ما بعد هم جلوتر لنظر میگیریم. حالا میتونیم پیشونی بزرگ باشه، میتونیم پیشونی کوچیک باشه به اساس نوع سوژه. خب من میام اینجا اول حالت کلی مو رو تعریف میکنم که میخوام چه حالتی داشته باشه. خیلی ساده، حالا به اساس حالتهای مختلف میشه موهای مختلفی رو تعریف کردش. ما یکی از سایت این حالت ها در نظر میگیریم، فعلا در حالت کلی به این حالت، به این صورت. و حالا اگر بخوایم جزئیات اضافه بکنیم این کار رو انجام میدیم. این شیوه مرسومی هستش که خیلی از طراحا این سبکی کار میکنن و افراد زیادی هستن که به این شیوه طراحی میکنن. اینجوری نیست که این شیوه من باشه، به هیچ عنوان من شیوه من نیستش، این شیوه است که من یاد گرفتم. حالا با کمک خیلی هایی که تو این حیطه فعالیت میکنن، آموزش هایی دارن و طی مدت ها من تقریبا سعی کردم این شیوه رو یاد بگیرم و شما نیز میتونید از این شیوه استفاده بکنید و خیلی ساده کاراکترهای قابل قبولی رو حداقل واسه کارها و پروژه هاتون در نظر داشته باشه و تعریف. خب این کلیات کاراکتر من هستش. حالا یک گردنی هم واسش تعریف بکنیم که بی گردن نمونه کاراکتر ما. خب بگذارید اینجا بیاریمش. حالا چون من از فتوشاپ استفاده میکنم، میام و یک لایه بالاش درست میکنم و حالا یک مقدار اپاسیتی رو کم میکنم. شما مرحله‌ای که باید انجام بدین تا اینجا رو دو کاغذ میکشین، بعد اسکنش میکنید میاد. البته الان من در مورد ابزار پن صحبت نمیکنم، اینو تو ویدیو بعدی میگم، ولی میگم شدنی خیلی راحت. خب من میام اینجا اپاسیتی رو یک مقدار کم میکنم. حالا کسانی که میخوام با سیستم کار بکنم و قلم نوری دارم و حالا شروع میکنم با کمک ابزارهایی که دارم، یه براش خیلی ساده برمیدارم که امکان طراحی داشته باشم باهاش و شروع میکنم به بازکشی کردن. دو حالت داره، یا میتونم به صورت یک دست بکشم، یعنی خط کاملا یک دست بذارم واسهش بدون که این بزرگی و اصطلاحا ارزش خط بهش ندم. اینا تندی کندی بهش میگن، اینا که خط نازک بعد کلفت میشه اصطلاحا کندی تندی بهش میگن. میتونم نه یک دست این کار رو انجام بدم بدون این افزایش قطر خط، یا نه این تعریف رو داشته باشم که کندی تندی رو. شخصا خیلی موافق این قضیه هستم. حالا تو نقاشی ایرانی خب ما خیلی از این سبک خطوط استفاده میکنیم و واسه همین من شخصا موافق این هستم که در جای تندی و کندی تعریف بشه در قسمت قوس ها و این میتونه جذاب بکنه کار رو. پس من از این شیوه استفاده میکنم و نتیجه رو با هم دیگر میبینیم. خب من میام و واسه این قسمت یکمی حالا زوم هم بکنیم. میام و واسه حالا از سر میخوام شروع بکنم، از چشما یا از هر جای دیگر آغاز میکنم. برای کشیدن خط من میام اینجا یه نکته میخوام استون تعریف کنم، اینه که شما میایم و اینجا یه خطی میکشیم به عنوان میخوام بازکشی بکنید یه بخش هایی از کار را. یه کوچولو خط ممکنه کج و معوج بشه زمانی که داریم میکشینش. خب مخصوصا اگر از قلم نوری های مانیتور دار استفاده نمیکنید این یکم ممکنه شما را اذیت بکنه. میایید اینجا در قسمت اسمود این بالا، اگر این عدد رو بیشتر بکنید خطی که واسه شما کشیده میشه و یک مقدار صافتر میشه و اون لرزش های ریزی که تو قبلی بود رو نداریم. اما مشروط به اینه که خط رو تیکه تیکه نکشین، خط رو یک دست بکشین. توی شکل هایی که داریم کشین خط رو یک دست بکشین، راحت تر هستین، یعنی کامل بکشین. اگر قرار سوژه رو در نظر داشته باشین سعی کنین واسه اون سوژه وقت خوبی بذارین. خب ما میایم اینجا و شروع میکنیم به بازکشی کردن. یه ابزار دیگه هم که توی بازکشی میتونه کمکتون بکنه ابزار چرخش هستش. توی نسخه های جدید فتوشاپ مخصوصا اگر کارت گرافیکتون اوپن جی ال اش و آر باشه که در حالت عادی هستش،
دکمه R روی صفحه کلید رو اگر یه بار فشار بدین این حالت واسهتون تعریف میشه و بعد میتونید صفحتون رو بچرخونید. خب خیلی وقتا وقت مخصوصا وقتی شما از قلم نوری غیر مانیتور دا استفاده میکنید نمیتونید دستتون خیلی حرکت بدین واسه این مجبورین صفحه رو بچرخونید که بتونید خط رو بکشین، چون ممکنه شما توی کشیدن خط از بالا به پایین خوب نتونید انجام بدین، ولی از چپ به راست یا راست به چپ خیلی راحت تر انجام بدین. خب بهترین حالتش اینه که صفحه رو هی بچرخونید تا به اون حالتی که دوست دارین نزدیک بشین. پس دکمه R صفحه کلیدتون نگه میداریم و بعد این صفحه رو میچرخونیم بر اساس اون زاویه‌ای که مد نظر دارین طرحتون رو بکشیم. به عنوان مثال در این قسمت میبینید این قسمت رو به این صورت بازکشی میشه انجام داد و در حالت‌های دیگه‌ش هم باز همینطور. خب حالا این قسمت سر نیاز به بازکشی نداره چون مو میاد اینجا تعریف میشه، واسه همین من این قسمت رو پاک میکنم و تو همون جایی که مو میخواد تعریف بشه نیاز بهش داریم. قسمت‌های بعدی هم باز به همین صورت، اینجا من میام اینجا تا یه حدی این قسمت رو نیاز دارم چون نیاز نیست این دو تا خط به هم کامل پیوسته باشه چون محدوده گردن رو میخوام تفکیک بکنم. خب اینجا خیلی گردنش اینجوری شد به این صورت. خب میام در این قسمت هم باز به همین صورت این بازکشی رو انجام میدیم. هرچی بیشتر و بهتر وقت بذارین کار شما بهتر خواهد بود، سعی بکنین حتما و حتما دقت کافی رو داشته باشین. اگر جای نیاز به اصلاح داره حتما اصلاح بکنید، نیازی نیست که حتما دقیقا رو همون خط قبلی برید چون گاهی بعضی از قسمت ها نیاز به اصلاح داره و شما بهتره که اون اصلاحات رو انجام بدید. خب الان کاراکتر ما تقریبا خوب شد، این چشمی کوچولو باید بیاد پایین تر، این قسمت مردمکش زیادی رفت بالا. که این خط در این راستا حفظ بشه و کاراکتر من الان تقریبا بازکشیش اوکی شد. حالا هرچی بیشتر وقت بذاریم بهتر خواهد شد. من نمیخوام ویدیو زیاد طولانی بشه، دارم سعی میکنم هم سرعت واقعی در نظر داشته باشم و هم اینکه بازکشی رو حالا درست انجام بدم. یک کوچولو این گردن باید بهتر بشه. خب حالا میشه وقت بیشتری گذاشت، ما این کار رو انجام نمیدیم فعلا در همین حد. حالا بیاییم بحث رنگ‌آمیزی داشته باشیم. بذاریم من این خطوط اضافه رو پاک بکنم، بذاریم من این لایه های اضافه رو پاک بکنم خطی و یه لایه زیر این لایه خطی خودم درست میکنم و بعد با کمک ابزار لسو تول من با مگنت کار میکنم. این که حالت آهن رو بایداره میام و توی لایه مد نظرم کل این شکل رو یه دورگیری انجام میدم. راجع به شیوه رنگ‌آمیزی فکر میکنم قبلا تو ویدیوی دیگری صحبت کرده بودم، حالا اگر به نظرتون نیاز بود بگین من راجع بهش بیشتر صحبت خواهم کرد. خب این قسمت هایی که اضافه گرفته شده رو من نمیخوام، میام خود ابزار لسه تول یا ال رو برمیدارم. در حالت عادی اگر اینجوری در نظر داشته باشین شما یه شکلی که اینجا بکشین این محدوده حذف میشه. من به خاطر اینکه اتفاق نیفته میام در این بالا و این قسمت رو انتخاب میکنم که حالت اضافه بشه یا دکمه شیفت رو نگه میدارم و در حالت عادی من همیشه این تعریف میکنم این تنظیمات اصلا باشه. حالا این قسمت رو که نمیخوام دکمه آلت روی صفحه کلید رو نگه میدارم و این قسمت رو حذف میکنم، از اون محدوده انتخاب من خارج میشه. یا این قسمت یکم زیادی آمده و از اینجا رد شده، شیفت رو نگه میدارم که خودش تعریف شده هستش و بعد این محدوده رو اضافه میکنم. یعنی میخوام دقیقا از این خط به اون ور واسه من تعریف شده باشه به عنوان محدوده صورت. این خط واسه من دیواره دفاعی هستش که مرز بین خارج این شکل و داخل این شکل رو تعریف میکنه. واسه همین بقیه قسمت ها واسم مهم نیست، فقط داخل این محدوده واسم مهمه. خب
حالا میام و یه رنگ بیس و مبنا میزنم واسه چهره تو لایه زیر لایه خطم، یه رنگ حالا مشخصی نمیخوام زیاد رنگ خیلی خاصی باشه، در همین حد این رنگ جوابگویه. بعد میام روی این لایه هم لایه جدید میسازم و کلیپ ماسکش میکنم، به این صورت که روش راست کلیک میکنم روی لایه و گزینه کرییت کلیپ ماسک رو انتخاب میکنم، یا از صفحه کلید دکمه آلت رو نگه میدارم و میزنم. کاری که کلیپ ماسک انجام میده اینه که بعد که من براش رو وردارم و بعد بخوام اینجا شکل رو طراحی بکنم، از این محدوده خارج نمیشه دیگه، هر اتفاقی بیفته داخل این محدوده واسه من اتفاق میفته. خب این خیلی خوبه. واسه رنگ آمیزی شما دیگه به اسموت کاری نداریم، بهتر اسموت رو غیر فعال بکنه چون اذیتتون میکنه وقتی میخواین رنگ بکنید، اسموت اگر باشه اذیتتون میکنه، واسه همین اسموت ما ور میداریم و حالا شروع میکنیم به رنگ آمیزی کردن. به عنوان مثال واسه چشم شما میایین و رنگ هایی رو که مد نظر هست رو تعریف میکنید، رنگ سفید رو. حالا واسه مردمک میتونستم تو لایه خطیم سیاهی رو تعریف کنم که بهتر باشه، میتونستم نه اینجا این کار انجام میدم، این دسته خودم هستش. حتما وقت مناسبی واسه این کار بذارین دوستان، حالا من دارم خیلی سریع انجام میدم فقط به خاطر اینکه شما با کلیت کار آشنا بشین، ولی این کار نیاز به تمرین و وقت مناسبی خواهد داشت. واسه کوچیک و بزرگ کردن قلمتون هم میتونید هم از اینجا این کار رو انجام بدین، سایز رو دستکاری بکنید و هم روی کیبورد و صفحه کلیدتون، دوتا شکل هست شبیه براکت یه همچین حالتی داره روی کیبوردتون، تقریبا نزدیک جایی که پاک میکنن زیر مثبت منفی که وجود داره، گلاب منفی دقیقا زیرش دوتا براکت این شکلی وجود داره که اگر کیبوردتون حروف فارسی هم داشته باشه حروف ج و چ رو شامل میشه، حالا بر اساس نوع کیبوردی که داریم، ولی خب این شکل نظر داشته باشیم بهتره. این براکت داره که با براکت سمت راست میتونید بزرگ بکنید و براکت سمت چپ میتونید کوچیک بکنید، این سایز قلمتون رو بزرگ و کوچیک بکنید که حالا نیاز نباشه هر بار اینجا بیاین، خیلی راحت و سریعتر کارتون راه میفته. خب این کلیت کار ما تا اینجا بودش. حالا واسه لباس هم یکی رو تعریف بکنیم که این یعنی یه رنگی هم تعریف بکنیم که لباس هم اوکی بشه و بعد در نهایت حالا بپردازیم به جزئیات چهره و مواردی مثل سایه روشن که از این حالت یک نواختی در بیاد، یه حس بهتره، یه کوچولو جذابتری به خودش بگیره. تا اینجای کار ما تونستیم کاراکتر رو طراحی بکنیم به صورت کارتونی. یه کوچولو ایراد داره این چشمش، مثلا یکم بود بهتر بشه، ولی خب حالا زیاد سختش نمیگیریم فعلا. بعد هم میشه اسلاید بکنمش. خب حالا ما سعی میکنیم یه مقدار سایه تعریف بکنیم. برای سایه تعریف کردن ابتدا هم باید جهت نور در نظر داشته باشیم که آقا از این سمت داره نور به سوژمون وارد میشه. حالا من در نظر میگم که نور داره از این سمت به سوژه من میتابه، از این سمت، از سمت چپ، و متناسب با همون یه رنگی رو یک مقدار دارکتر برمیدارم و میام اینجا رنگ آمیزی میکنم. نگاه بکنه اگر بخواین از خود حالا رنگ خیلی تیره استفاده بکنید یکم تفاوت ایجاد میکنه بین زمینه و این رنگ. بهتره که بیایم در اینجا و تنظیماتش رو روی مولتیپلای بذاریم که یک مقدار به رنگ سوژمون هم نزدیکتر باشه، یه حس بهتری به کار بده. یک کوچولو هم میتونم اپاسیتیش رو کمتر بکنم بهترک باشه، البته میتونستم رنگش هم تغییر بدم که متفاوت تر. خب حالا میام و جزئیات بیشتری اضافه میکنم، میام در اینجا و یه دونه سایه نرم در نظر میگیرم، از خود رنگ این استفاده میکنم و یک مقدار تیرش میکنم و یه سایه خیلی نرمی اینجا اضافه میکنم. و بعد یک مقدار روشن هم بهش اضافه
میکنم که حس بهتری از سایه روشن در نظر داشته باشیم. میگم هرچی بیشتر وقت بذارین روی سوژه‌تون، روی جزئیاتش، کارتون جذابتر و بهتر خواهد شد و میتونه کمک کننده باشه که نتیجه کار نتیجه خیلی خوبی باشه. واسه تک تک قسمت‌های باقی مانده را ما این کار رو انجام میدیم و سعی میکنیم توی هر قسمت سه تیرگی و روشنی رو تعریف بکنیم. این کار ممکنه مدت زمان خیلی زیادی وقت بگیره. طراحی کردن شاید مثلا کار یک دو دقیقه بیشتر نباشه، ولی رنگ‌آمیزی کردن و سایه گذاری شاید مثلا تا یک ساعت بیشتر کمتر وقت بگیره. همچنین میشه خطوط رو هم روش کار کرد و یک مقدار حس بهتری واسش تعریف کرد واسه خطوط. من همه اینا توی یه پوشه میندازم، بعد میام واسه پوشم هم یه کلیپ ماسک ایجاد میکنم و یه مقدار حالا اینجا باش بازی بیشتری میکنم واسه بحث نور و سایه که مد نظر دارم تعریف بکنم. مشابه با همون این قسمت هم یک مقدار تیلیپی ها رو بیشتر میکنم. و به همین صورت میشه حالا کاراکتر رو هی جزئیات بیشتر کرد و هی متفاوت ترش کرد. خیلی ساده پس میشه یه بازی خیلی ساده تعریف کرد واسه یه طراحی کاراکتر. این از نکاتی بود که میتونستم بهتون بگم. خیلی جای کار داره، هنوز خیلی جای کار داره، ولی خب به خاطر اینکه به صورت کلی آشنا باشیم با روند کار این توضیحات رو اینجا خدمتتون تعریف کردم. امیدوارم که بتونید تمرینات خوبی انجام بدین و کارهای خوبی رو بسازید. خب امیدوارم که از این ویدیو تونسته باشیم به خوبی استفاده بکنیم. ما در ویدیو دیگری حتما به جزئیات دیگر خواهیم پرداخت. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.